سرخط خبرها، حامد کرزی تصمیم استرالیا برای لغو مسابقه با افغانستان را ناامید کننده خوان. طالبان می خواهند یک نماینده دیپلماتیک در هند مستقر کنند. خبر وحشتناک با ازبک های افغانستان و جهان. سلام دوستان، به مجمع خبری کانال ما خوش آمده. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که از تصمیم هیئت کرکت استرالیا با توجه به چالش هایی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند ناامید شده است. آقای کرزی در توییت نوشت: ما همچنین به تیم ملی کرکت خود و همه نمایندگان ورزشی جوانمان افتخار میکنیم. تیم کرکت استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسابقه یک روزه‌اش با افغانستان را به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان لغو کرده است. این مسابقه قرار بود در ماه مارچ آینده در امارات متحده عربی برگزار شود. اداره کرکت استرالیا گفته که این تصمیم پس از مشورت با دولت این کشور گرفته شده است. این نهاد در اعلامیه گفته که این تصمیم در پی محدودیت‌های طالبان علیه زنان در برخورداری از فرصت‌های آموزشی و اشتغال و ممنوعیت دسترسی آنها به پارک ها و سالن های ورزشی صورت می گیرد. طالبان می خواهند یک نماینده دیپلماتیک در هند مستقر کنند. طالبان در نظر دارند عبدالقهار بلخی سخنگوی جنجالی وزارت خارجه این گروه را به سمت نماینده دیپلماتیک خود در هند منصوب کند. رسانه هندی دپرن روز پنجشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که طالبان فشار بر دولت هند برای پذیرفتن نماینده دیپلماتیک این گروه در سفارت افغانستان در دهلی نو را آغاز کردند. منابع دیپلماتیک افغانستان گفتند که طالبان در نظر دارند عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان را به این سمت معرفی کنند. هند هنوز به این درخواست طالبان پاسخ مثبت نداده است. دولت هند در جنوری 2022 جی پینگ سینگ دبیر مشترک وزارت خارجه این کشور را در رأس هیئت به کابل فرستاد. به گفته برخی منابع، طالبان در آن ملاقات پیشنهاد اعزام یک نماینده دیپلماتیک به هند را مطرح کرده بودند. پس از سفر این هیئت هندی، بخشی از سفارت هند در کابل بازگشایی شد و سه دیپلمات هندی همراه با کارمندان محلی در این سفارت مستقر شدند. دولت هند هدف از استقرار این دیپلمات ها را نظارت از روند ارسال کمک های بشردوستانه هند به افغانستان عنوان کرد. با این حال اخیراً برخی منابع از تلاش هند برای بازگشایی کنسولگری این کشور در قندهار خبر دادند. اکنون منابع مطلع به روزنامه دپرن گفتند که طالبان میخواهند عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه را به عنوان نماینده دیپلماتیک افغانستان در هند معرفی کنند. عبدالقهار بلخی که در مورد زندگی و هویت او اطلاعات زیاد وجود ندارد، یکی از اعضای جنجالی طالبان است. بازگشت وابستگان رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان به فاریاب. منابع معتبر در گفتگو با روزنامه 8 صبح از بازگشت مجدد وابستگان طاهر یولداش، رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان به شمال افغانستان خبر می‌دهند. این منابع می‌گویند که اعضای خانواده طاهر یولداش در روستای سبز ولسوالی پشتونکوت فاریاب به سر می‌برند. بر اساس معلومات منابع محلی، از چند به این سو شمار از افراد نزدیک به طاهر یولداش و پسر او عزیز یولداش به ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب برگشتند. منابع می‌افزایند که وابستگان رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان تحت حمایت گروه طالبان قرار دارند و در ولسوالی پشتونکوت جابجا شدند. تاکنون مقام‌های محلی گروه طالبان در مورد حضور دوباره خانواده طاهر یولداش و بستگان او چیزی نگفتند. این در حالی است که پس از حاکمیت گروه طالبان، گزارش‌ها در مورد حضور برخی از جنگجویان ازبکستانی در ولایت فاریاب به نشر رسیده است. منابع اطلاعاتی پاکستان در سال 2009 اعلام کردند که طاهر یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است. یولداش چندین سال در افغانستان حضور داشت و افراد تحت امرش در کنار طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان جنگیدند. گزارش‌های بسیار مهم از جهان. حملات بشقاب‌های پرنده به حریم هوایی آمریکا. استخبارات ملی آمریکا بیش از 500 بشقاب پرنده را محاسبه کرده است. به گزارش اسپوتنیک، بر اساس گزارشی که دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا ODNI منتشر کرده است، مقامات ایالات متحده بیش از 500 مشاهده اشیای پرنده ناشناس یا بشقاب پرنده ها UFO را ثبت کردند.
در ادلایه منتشر شده آمده است علاوه بر 144 گزارش آسمانی ناشناخته تحت پوشش گزارش ODNI در چارچوب ارزیابی اولیه 247 گزارش جدید و 119 گزارش دیگر وجود داشت که پس از دوره ارزیابی اولیه کشف و یا مشخص شدند. این تعداد تا 3 اگست سال 2022 میلادی 510 مورد بوده است. سازمان اطلاعات ملی آمریکا متذکر می شود تعداد موارد ذکر بشقاب پرنده ها از جمله به دلیل درک بهتر تهدیدات احتمالی که ممکن است ناهنجاری های را برای ایمنی پرواز یا از نظر اقدامات خصمانه ایجاد کند در حال افزایش است. پادریک رای در سخنگوی پنتاگون درباره این گزارش گفت ما اخبار منتشره درباره پدیده های مشاهده شده در فضا، زمین، بحر یا حریم هوایی خود را جدی می گیریم و در حال بررسی هر یک هستیم. بر اساس گزارش ODNI بیشتر موارد جدید مشاهده بشقاب پرنده ها توسط پیلوت ها و ایراتور های قوای بحری و قوای هوایی ایالات متحده که شاهد آن بودند ثبت شده است. آژانس ملی اطلاعات خاطر نشان کرده است همچنان حتی یک برخورد یک طیاره آمریکایی با شای پرنده ناشناس ثبت نشده است. در سال 2021 گزارشی از اطلاعات ملی ایالات متحده منتشر شد که در آن اعلام اشیای پرنده ناشناس می توانند برای امنیت ملی ایالات متحده مشکل ایجاد کنند. این گزارش به 144 مورد ادعای مشاهده بشقاب پرنده اشاره کرد که نمی توان آنها را به اندازه کافی توضیح داد. در عین حال این گزارش اعلام کرد که هیچ نتیجه گیری روشن در مورد ماهیت این پدیده ها وجود ندارد و برای مطالعه آنها به زمان بیشتر رویکرد سیستماتیک تر و بودجه قابل توجهی نیاز است. روسیه و اوکراین به تبادله بیشتر زندانیان توافق کردند. مقام های اوکراینی و روسیه پس از مذاکرات در ترکیه به تبادله زندانیان بیشتر توافق کرده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش شده است که ایجاد دهلیز بشری در ساعات درگیر جنگ نیست از توافقات دیگر مقام های دو کشور درگیر جنگ بوده است. دیمیتریو لوبنتنس بازرس ویژه حقوق بشری اوکراین و تاتیانا موسکالکوفا همتای روسیه در حاشیه یک کنفرانس بین المللی به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این توافقات دست یافتند. موسکالکوفا پس از نشست 3 ساعته با همتای اوکراینیش به خبرنگاران گفت که هر دو طرف توافق کردند تا هر طرف بیش از 40 زندانی را تبادله کنند. با این حال لوبنتنس در مورد تبادله زندانیان ارقام مشخصی ارائه نکرد و گفت ملاقات ها به اتمام نرسیده است، ادامه خواهیم داد. انتظار می رود که لوبنتنس و موسکالکوفا فهرست ها و دیگر توافقات احتمالی را در جریان ملاقات دیگری که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود رسما تبادله کنند. با وصفی که اوکراین و روسیه از 11 ماه به این سو درگیر جنگ تمام عیارند، تا کنون توانسته است که در چندین مورد به تبادله زندانیان توافق کنند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.